عزیزم من یه دقیقه این برنجرم حواست باشه مردم نبینه اینجا ترک خورده، اینم میذاریم مثلا دیزاینه، معلوم نشه که من بلندی ول کردم اینو تدیک ترک. به به، عالی. خب غذای ما آماده شد، امیدوارم دلتون نخواد. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا، امروز میخوام یه غذا پر خاطره بهتون آموزش بدم. قدیما هم تو عروسی هم تو عزا یه مدل مرغ بود میپختن میدادن، من بهشم مرغ ربی میگفتم، تو رب پخته میشد، فرقی نمیکرد عروسی باشه، عزا باشه، ختنه سرون باشه، هر جا که مجلس بود فقط همینه میزدن. بعد خیلی ساده است، خیلی خوشمزه. یه دفعه حواسش کردم گفتم یه نهی مرغ ربی ها درست بکنم. خب به هر حال من با ادویه ها بازی میکنم، دوست دارم که یه مقدار کار تنوع داشته باشه، ولی این اصلا نامبر وانه. خب بریم سراغ مواد اولیه. من مواد اولیه من 4 تا مرغ درست کردم، برای 2 وعده درستش کردم، خوشمزه است بمونه. برای این 4 تا نیاز به یه تیکه کرفس داریم، زیادم نندازید که طعمش غالب بشه. برای تقریبا 1.5 کیلو یه تیکه انقدری کرفس 4 انگشت بشه، یه دونه هویج، 2 تا دونه پیاز، حتی پیازش هم اینا پیازا قدیم، پیاز این رنگی انتخاب کردم، پیاز سفید نزدم. بعدم جعفری رو یه تیکه دسته میکنید، از پایین با نخ میبندید که واز نشه کارتون رو خراب بکنه. رب داریم، یه رب خوب میخوایم که رنگ خوبی داشته باشه، تفت میخوره چندین برابر بشه. این ارزون ترین رب استرالیاست اما بهترین کیفیت رو داره، نمیدونم، خیلی عجیبه. خب این از این. قیمتش هم حالا میخواید بپرسید، فکر میکنم چنده، 1.5 دلار تقریبا، الکی کلاس بذاریم 15 دلار. پاپریکا داریم، سویت پاپریکا، پاپریکای شیرین داریم، زردچوبه داریم، فلفل قرمز داریم. میایم سراغ مرغا. اینو نگاه کنید، از 4 تا دونه مرغ از این 3 تا من این همه ضایعات درآوردم. بعضیا برمی‌دارن درجا میپزن میگن چرا خوشمزه نشد، اما بهتون میگم این ضایعات دلیل اینه که وقتی پخته میشه خوشمزه نمیشه. یه دستمال کاغذی میپیچید دور انگشتتون به این شکل، بعد پوستا رو اینجوری میکشید که لیز نخوره. حالا برای تمیز کردنش هم دقت بکنید، اولین کاری که میکنید انگشتتون رو به این شکل میندازید، پشتش این دم و دستگاهی که اینجا موجوده رو میکشید همه رو بیرون. ببینید قلب، کلیه، ریه، شش، همه رو در میارید. اینا وقتی که جوشیده میشه تو طعمش واقعا تاثیر بدی میذاره. میایم سراغ چربیاش. چربیا رو هم به راحتی یه چاقو رنجر میخواید که اون هم لینکش رو پایین براتون میذارم. بعدم اینا رو من همیشه میگیرم. اینا وقتی که جوشیده میشه طعم چندان خوبی نداره. این از چربی ها زیر. میایم چربی بغلی، چربی هم این بغلش همیشه هستش. خب این چربی رو هم با انداختن چاقو، میبینید چاقو رو پشتش که میندازی به این شکل، به راحتی این چربی هم جدا میشه. میایم قسمت دوم هم جدا میکنیم، میایم چربی ها این طرف. ببینید اینا خیلی مهمه، اینا رو اگه نگیرید، اینا اگه گرفته نشه کارتون رو خراب میکنه. حالا نمیگم 100% تمام چربی ها رو در بیارید، اما لااقل این کار رو بکنید. یه چربی هم این پشت هست به این شکل، میبینید این چربی هم که این پشت داره در میاریم، به خصوص مرغایی که تو خارج هستن و خیلی هم چاقن. این تا این مرحله. حالا زیاد ما روش حساس نمیشیم. حالا این از این، اینم بذارم اینجا. این از مرغامون، مرغامون تقریبا آماده شد. حالا میریم پای گاز، روغن توی مایتابه میریزم و شروع میکنم مرغا رو سرخ کردن. اومدیم سراغ سرخ کردنش. با حرارت ملایم رو به بالا با حوصله مرغا رو شروع میکنیم سرخ کردن. هر دو طرفش رو کامل سرخ میکنیم و بعد اینکه اینا سرخ شد درش میاریم، روغن رو عوض میکنیم، میریم سراغ درست کردن سوسش که قراره این داخلش بپزه. خب این از پیازا. پیاز هم سعی میکنیم پیاز متوسط برداریم و به راحتی پیازا رو هم به این شکل خلالی ولی یه مقداری ضخیمتر خردش میکنیم، نمیخوایم محو بشه یا سسمون رو غلیظ بکنه. این هم از این. و همینطور کرفسم سعی میکنم تیکه های درشت بکنم که اگه بعدا خواستم از آبش جدا بکنم بتونم. اینا رو موقعی که خواستید جدا کنید جدا کنید، از آب وقتی که سرو کنید کسی نفهمه توش چی ریختید که فردا خودش هم بره درست بکنه. این خیلی مهمه، فقط
طعما به چشش بیاد. البته اینو هر رستوراندارا میگم و ور ندارید موقع سرو کردن هویج و کرفس و این چیزایی که یاد دادم و بریزید که فردا رو دستتون بلند میشن. خب این از این. پیازامون هم آماده شد. بعد از سرخ کردن مرغا میریم سراغ درست کردن سسمون. وقتی که مطمئن شدیم یه طرف مرغمون پخته، میگم پخته حالا سرخ شده، یه کوچولو زردچوبه، یعنی خیلی کم، اندازه یه نوک نوک قاشق زردچوبه به روغن اضافه میکنیم تا کمک بهتر شدن رنگ مرغمون بکنه. میبینید من اینو برمیگردونم شما بتونید به راحتی ببینید. اینم یه دستی دارم فیلم برداری میکنم، کنم اینجوری نمیشه، بعد خودم یقش رو بگیرم. مرغو ببینید چقدر قشنگ و خوشرنگش کرد. خیلی کوچیک زردچوبه بهش میزنید، هم به ذهن گرفتنش کمک میکنه و همین که کمک به بهتر شدن رنگ و طعمش میکنه. حالا هر دو طرفش رو میپزم و میذارم کنار تا بریم به مرحله سرخش برسیم. حالا اینم از میزان سرخ کردنمون. به این اندازه من مرغا رو سرخش کردم، بیشترم سرخ نکنید که گوشتش لاستیکی میشه. بعدم خیلی ملایم با حوصله سرخش بکنید. البته رستورانه که این کارو میکنن تو حموم روغن میندازن، یعنی تا اینجاها روغن میریزن و مرغا رو میندازن داخلش برای مجالس و مهمونی درست میکنن. اما اینم کیفیت خیلی خوبی داره، روغن کمتری مصرف میکنه و سالم‌تره. خب این از این. تو این مرحله رسیدیم، پیاز و هویج و کرفس و همه رو با هم دیگه قاطی کردیم. بهش فلفل دلمه هم نزنیم. من تو روش‌های دیگه فلفل دلمه بهتون گفته بودم، یه کوچولو زردچوبه، این یه مقداری باید تند و تیز باشه، یه کوچولو هم فلفل قرمز به اندازه ذائقه‌تون، نمکم به اندازه لازم، به اندازه‌ای که فکر میکنید نمک نیاز داره. البته یه مقداری به قول معروف باید خوش نمک باشه، یعنی نمکش زیاد باشه. اینم از نمک، نمکم اضافه کردم. حالا تو این مرحله رب رو بهش اضافه میکنیم. یادتونه غذا می آوردن قدیما میگفتن آب مرغم بیارید؟ این روش آب مرغم داره، به خاطر همین دو تا قاشق رب میزنم و شروع میکنم تفت دادن. اونقدر اینو تفت میدم تا رنگش کاملا باز بشه و یه دست بشه. آبم بذارید یه کتری جوش بیاد، 100% آب جوش، و بعد روش اضافه میکنیم و بهتون نشون میدم. حالا به این مرحله که رسیدیم آب جوش رو اضافه کردم، مرغا رو چیدم. یه مقداری این آبش زیاده، آبش کم کم بخار میشه و یه سس خوبم به دست میادش. این از این. و این جعفری رم، پاپریکا پادر من تو مرحله آخر زدم، تفتش ندادم که طعمش بخواد خیلی قالب بشه داخلی. اینه من جعفریم. این جعفریم یه گوشه جا باز میکنیم و میذاریم به آرومی بپزه و طعمش وارد غذامون بشه. حالا وقتی که پخت دیگه فیلم میگیرم و باهاتون خداحافظی میکنم. خب عزیزم من یه دقیقه، این برنجرم حواست باشه مردم نبینه، اینجا ترک خورده. اینم میذاریم مثلا دیزاینه، معلوم نشه که من بلندی ول کردم اینو تدیک ترک. به به، عالی. خب غذای ما آماده شد، امیدوارم دلتون نخواد. واقعیتش اینه که من عاشق این مرغم و به خصوص آب مرغ، ولی تو رژیمم حسابی هم وزن کم کردم، تا الان 4 کیلو وزن کم کردم و رژیم خودم هم میگیرم. فیلم هاشم هست رژیم. گیاهخواری میکنم، نه آنچنان، ولی پروتئینم داخلش داره، مرغ داره، ماهی داره. فعلا تو رژیمی مقدار وزن کم کنیم. اینم سساشو پاک میکنم، مرغ خالیشو میخورم، 4 تا قاشق هم برنج اگه خواستید بدونید. این غذا بی نهایت خوشمزه است. فقط یادم رفت یه چیزی رو بهتون بگم. لحظه آخر که گازو خاموش کردید، لحظه آخر که خاموش میکنید، همیشه این کارو کنید اگه میخواهید خورش بکشید، گازو خاموش میکنید، روغن میاد روی تاپ وای میسته، میاد بالا، دو تا قطره آب لیمو روش میچکونید که عطرش تمام مرغو بگیره، بعد سروش میکنید. آقا دوستتون دارم، از خدا بهترین رو براتون آرزو میکنم. بعد یه عالمم سوال پیش اومده، ریش گذاشتی اقوامتون فوت شده. نه آقا، اینجا اقواممونم فوت شده، من ریش نمیذارم. فیلم های سری جدید میخوام درست بکنم، ریش خیلی بلند،
خانم هم میگه نه اینم شاکیه، اینم شاکیه، همه شاکیه از دست ما. ولی میخوام فیلم درست بکنم، بعد برای فیلم های جدیدم ریش گذاشتم. حقیقتش اینه. دمتون گرم، دوستتون دارم و به خدای بزرگ. مثلا چاقو بخرید، این پایین لینکش هست. خدا رو نگهدارید.